سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما ما رو دارین از کانال کریپتو در یوتیوب تماشا میکنید این ویدیو 62 دوم هست و امیدوارم تا اینجا از ویدیوهایی که براتون تهیه کردیم لذت برده باشین اگه میخواین از ما حمایت بکنید میتونید از لینک زرین پال یا آدرس کیف پول اتریوم که آدرسش رو زیر پست همین ویدیو در یوتیوب به اشتراک میذارم استفاده کنید مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیستی از شبکه های اجتماعی که ما توش فعال هستیم رو میبینید و همونطور که میدونید تمام ویدیو ما در آپاراتور یوتیوب اشتراک گذاشته میشه در سایر شبکه های اجتماعی هم از آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به حوزه کریپتوکارنسی و بلاک چین مطلع خواهید شد اینستاگرام ما رو دنبال بکنید آدرس اون رو میتونید از وبسایتمون ثروتیار پیدا بکنید توی این ویدیو میخوام در مورد پنج تا صرافی معتبر ارز در سال 2020 باهاتون صحبت بکنم خب ببینید همونطور که بارها بارها اگر شما ویدیوهای قبلی ما رو دیده باشین تو هر ویدیو من دارم بحث کلاهبرداری رو بهش میپردازم میگم حواستون باشه خیلی ها از این فرصت به وجود اومده توی بازار کریپتوکارنسی نهایت سوء استفاده رو میکنن که منابع مالی شما رو از چنگتون در بیان از, جمله صرافی نامعتبر یا صرافی که به هر دلیلی به دلایل KYC که برای خودشون تعریف میکنن منابع مالی شما رو بلاک میکنن اگه براتون مهم معامله گری و میخواین حرفه ای وارد این بازار شین پیشنهاد میکنم ادامه این ویدیو رو حتما ببینید با ما همراه باشید خب مثل همیشه داستان سلب مسئولیت این ویدیو فقط جنبه آموزشی داره و هر گونه خرید و فروش با این اکسچنج هایی که در ادامه میخوام معرفی بکنم و روش ارزیابی اکسچنج ها بر عهده خودتون هست دقت داشته باشین که بازار بازار خاصیه و اینکه شما دسترسیتون به آدم هایی که اونور نشستن و پشت این سایت ها هستن خیلی محدوده خب بریم سراغ اصل مطلب یه بحث تعریف صرافی و انواع اون رو خواهیم داشت توی این ویدیو شاخص های ارزیابی صرافی برتر رو براتون تشریح خواهم کرد پنج تا وبسایت صرافی معتبر هم بر اساس اون رنکینگ و اون فاکتورهایی که مشخص شده و شما میتونید در ارزیابی بقیه اکسچنج ها استفاده کنید تشریح میشه و در نهایت هم یک وبسایت رتبه بندی رو به شما معرفی میکنم و از اون میتونید استفاده بکنید انواع کارگزاری اصلا تفاوت بروکر و اکسچنج رو که همه میدونن و اگر کسی هستش که این موضوع براش همچنان جای سواله که بین بروکر و اکسچنج چه تفاوتی وجود داره پیشنهاد میکنم ویدیویی که ما در خصوص این تهیه کردیم و این بالا براتون کارد میکنم و برید مشاهده کنید شما تفاوت بروکر و اکسچنج رو میتونید تو همون ویدیو کامل متوجه بشین در خصوص انواع صرافه اثبات داریم دکس داریم درویتیز داریم که هر کدوم از اینها یک عملیات خاصی رو انجام میدن ببینید اصلا اصطلاح اثبات که احتمالا اونایی که فارکس کار کردن در با این لغت خیلی برخورد داشتن ببینید جفت ارز به هم تبدیل میشه وقتی که جفت ارز به هم تبدیل میشه یعنی چی یعنی شما بیت کوینتون رو میدین اتریوم میخرید یا اتریومتون رو میدین بیت کش می خرید یا هر کدوم از این ارزایی که تعدادشون هم خیلی زیاده دیگه اگه خاطرتون باشه تو سایت کوین مارکت کپ یه چیز حدود بالغ بر 5000 تا کوین توی این مارکت هست که یکی از قابلیت های این صرافی تبدیل این اسپا... یعنی این جفت ارزها به همه خب شما میتونید دلار هم بخ... دلار هم داشته باشین یا دلار تتر داشته باشین به اینا بزنید یا اینکه مثلا با کردیت کارت اگر در دسترسی دارین به این امکان شاید برای دوستانی که تو ایران هستن یه مقدار محدودیت وجود داشته هرچند که میتونن از این گیفت کارت ها استفاده کنن اما توصیه نمیشه چون هزینه تمام شده خریدشون خیلی میره بالا بابت کارمزدی که پرداخت میشه اونها به این صورت دیگه معامله که یه ارز داره زده میشه ولی خب اون برای داستان یه کشی وجود داره دکس هم که خب توی همون ویدیوی تفاوت صرافی و کارگزاری تشریح شد که دیسنترال اکسچنج هست اکسچنج هایی که غیر متمرکزن جدیدا خیلی اینا باب شده بزرگ شدن و اینکه یک داستان هایی که سر کی وای بود و یا حالا محدودیت هایی که یه سری کشورها برای یک سری کشورهای دیگه توی قوانین و ضوابط بین المللی قائل میشدن دیگه تو اینا پررنگ نیست و دربیتیزم که در خصوص مشتقاته و من اصلا یه برنامه‌ای دارم میخوام روی هایی بریم بعدن کار کنیم که مثلا شما امکانی رو داشته باشین که به فرض بیت کوینتون رو بدین نفت بگیرید یا از اینا نوسان بگیرید از اینا استفاده بکنید ببینید کانسپت نوسان گرفتن اون تریدی، تریدر بودن و شما مثلا تحلیل تکنیکال که باید بلد باشی اگر نباشی که خب تو این بازار خیلی شاید نتونی موفق بشی اما اینی که چی کار بکنید که یه تریدر توی حوزه کریپتوکارنسی شینو قطعا توی کانال ما کامل یاد خواهید گرفت اگر تا همین الان عضو کانال ما نشدین همین الان روی این لوگوی کلیک بکنید اون دکمه زنگوله رو هم فشار بدید تا بتونید از آخرین اخبار اطلاعاتی که ما توی سایت و کانالمون به اشتراک میذاریم زودتر از بقیه خبر داشتین خب شاخص های ارزیابی که مهمترین داستان این ویدیو هست به دستبنده های مختلفی وجود داره الان خدمتون میگم و این پنج گروه میتونه یه مقداری هم بیشتر شه بعضا زیرگروه هایی که توی این وجود داره رو آوردن به عنوان یه سرفصل دیدن ولی خب کل کانسپت همینه شاید شما بتونید به این لیست اضافه کنید اگر تجربه ای دارید من خواهش میکنم از شما که زیر همین ویدیو توی یوتیوب تجربه کاربریتون رو با این جور بروکر ها یادداشت بکنید که بقیه هم بتونن استفاده کنن اولین موضوع لیکویدیتیه ببینید اه این اه بحث تریدینگ ولوم بید و اسک یعنی خرید اون مزنه خرید و فروشی که توی صرافی وجود داره ببینید تو اکسچنج ها تو بروکر ها و اکسچنج های تفاوت های از این این اسپریده وجود داره که شما میتونید مثلا از موقعیت آربیتراژ استفاده کنید و اینکه این, که این شنا... اون حجم درگردشی که قول ما... مثلا تو بورس میگین سهام شناور که یه شاخص هست برای خرید و فروش اینجا می لیکویدیتی که توی اون کارگزاری ببخشید توی اون اکسچنج وجود داره و میزانش برای بله شما تعیین کننده است که وقتی هرچقدر این بیشتر باشه به نفع شماست و این این اسک و بیدو که قیمت بید بزنه خرید و اون اسک بزنه فروش هست و به هم نزدیکتر میکنه و برای شما نوسان گرفتن نه آربیتراج و نوسان گرفتن توی حالا اندازه های کچیک لات امکان پذیر میشه بحث اسکیلش هست اینکه تو چه حجمی داره معامله میشه نورمالایز تریدینگ ولومه یا بحث عمق بازاری که اون اکسچنج برای خودش به وجود آورده با حالا تبلیغاتی کرده آدمایی که جذب خودش کرده این اسکیل اسکیل مهمیه هرچی عمقش بالاتر باشه ببینید جامعه به سمت جامعه نرمال میره هرچی تعداد بیشتر باشه اون از نظر آماری که نگاه کنین نمودارش اون نمودار زنگی شکل خواهد شد و قیمت منطقی تر خواهد شد به خاطر همین شما تو همون سایت کوین مارکت کپ که بهش اشاره کردم هر کدوم از این کوین ها رو که میبینید مثلا برید توی اکسچنج مرتبطش نگاه کنید، ببینید قیمتاش متفاوته اینم به خاطر این لیکویدیتی و اسکیلشه بحث ای پی آی کاورجشه که آیا این وبسایت ها امکان ارائه ای پی آی به شما میدن خیلی از ربات های معاملهگر بر اساس این ای پی آی ها متصل میشن و دارن تو میلی ثانیه اوردر ثبت میکنن حالا ما توی بورس ایران از این ربات ها قابل استفاده نیست دیگه یه موقعی میگفتن که مثلا سرخطی میخوان بشینن از این ربات ها استفاده میکنن که میلی ها اوردر بذاره که بشینن سر صف حالا برای خرید مثلا و خب حالا محدودیت برای این قائل شدن که دیگه این امکان پذیر نیست ولی تو بازار مالی بزرگ این اتفاق میفته و این ای پی آیی که میدن امکان دسترسی اینترنتی رو به هسته معاملات اون اکسچنج میدن به شما و شما میتونید اردرتون رو اونجا ثبت کنید لاتوری کامپلینس در خصوص مثلا این کی وای ای من یه ویدیو هم قبلا تایید کردم خیلی هم بهش تاکید کردم پیشنهاد میکنم کنم اون ویدیو رو ببینید این بالا براتون کار داشت میکنم خیلی ها از اینها یه سری قوانین و یا تحت تحریم ها سانکشن که تعریف شده یه سری محدودیت هایی رو برای معامله گران خودشون در نظر گرفتن دقت باید کرد که تو این شاخص ها یه فاکتور مهمه که بعد بهش بپردازین حواستون باشه که پولتون رو جایی نبرید که بلوکه بشه بحث بیمه شدن هم دارن به خاطر اینکه اینا همیشه تحت امکان مثلا حمله حکرا یا دایان شدن سایت و بردن پول و از این قصه ها وجود داره به همین خاطر بحث بیمه بودن اون اکسچنج مهمه اینا همشون این چیزی که داشته باشن بهش اذعان کردن پس خیلی کار سختی شما نداری مورد آخر استیمیت رزروه که در استیمیت رزرو این اتفاق میفته این اکسچنج تا یه سطحی رو خودش منابع مالی داره که میتونه ساپورت بکنه یعنی همون لحظه خریدار و خریدار و فروشنده رو اردرشون که میاد تو اردر بوک همونجا مچ کن و بهشون نیازشون رو پاسخ بگی اما از یه جایی به بعد دیگه اینا چیز ندارن موجودی نداره بعد برای جدا اردر بذاری به همین خاطر هرچی به قول معروف این گنده تر باشه اکسچنج قوی تر باشه این عدده به هر حال کمتر خواهد شد و در نهایت هم این بحث هات و کولد ولت که انواع کیف پولم که یک ویدیوی دیگه قبلا تهیه کردم جز ویدیوهای ابتداییمون هم هست پیشنهاد میکنم حتما اون هم ببینید و به خاطر اینکه به شما دید میده برای انتخاب کیف پول سرد یا گرم این چهار تا فاکتور فاکتورهای مهمیه که اکثر سایت ها بر اساس اینا اومدن رنگ کردن این اکسچنج ها رو همونطور که میبینید پنج وبسایتی که از همه امتیاز بالاتری توی این دسته بندی ها دارن به ترتیب امتیاز اول بایننسه کوین بیس پرو بیت به هابی گلوباله و کراکنه e. که مثلا حالا تو بایننس فکر میکنم همچنان تا دو تا بیت کوین رو شما بدون کی میتونید فعلا میتونید ببرید و بیارید و معامله بکنید اما بیشتر از اون احتیاج به KYC تو این KYC هم که میدونید که حالا تو اون ویدیو هم توضیح دادم که مثلا یه کارت یه کارت شناسایی اقامتی از شما میخواد مثلا پاسپورت نشون بدی یا مثلا کارت اقامت توی کشوری رو داشته باشی اونا جزء مدارک احراز هویت شما هست که بر اساس قوانین پولش ضد پولشویی دارن این مدارک از شما میخوان خب پس این پنج تا وبسایت وبسایت برتر هستن بعضی از اینها برای حالا ایرانی ایرانیا سرویس نمیدن پیشنهاد میکنم که حتما بررسی کنید اینا رو چون قوانینش به دفعات تغییر میکنه و من نمیدونم شما که این ویدیو رو میبینید در نتیجه پیشنهاد میکنم که هر لحظه که خواستین با یکی از این صرافی کار کنید حتما این موضوع رو چک بکنید که بحث محدودیت هاش شامل حال شما نشه و در نهایت هم این آدرس وبسایت ما رتبه بندی هست شما میتونید سایر صرافی هایی که تو این بازار فعال هستن رو ببینید اینجا شاید به دلایل مجبور باشید با یه مثلا صرافی رنگ B کار بکنید ترجیحا بیاین توی اون دسته اون صرافی رو انتخاب کنید که بالاترین امتیاز رو داره امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین اگر براتون جذاب بوده لایک کنید کامنت بذارید سوالاتتون رو بپرسین با اشتراک این ویدیو در سایر شبکه های اجتماعی و ارسالش برای دوستاتون به ما کمک میکنید که شبکه اعضای کریپتو رو ما بزرگترش بکنیم علاقمند میشیم ما به ما دلگرمی میدیم که ما بتونیم باز هم برای شما ویدیو تهیه کنیم اگر به موضوع کریپتوکارنسی علاقمند هستیم پیشنهاد میکنم حتما عضو کانال ما بشین دکمه زنگوله بزنین تا از آخرین اخبار و اطلاعات با خبر بشین آخرین تغییرات برای شما ایمیل میشه به صورت اتوماتیک و دو تا ویدیو هم در خصوص این مفهوم برای شما اینجا کارد میکنم که بتونید ازش بهره ببرید ممنون که تا اینجا همراه ما بودید خدا نگهدار